خب بینندگان گرامی، یک سلسله جستارهایی رو درباره زرتشت شناسی با دکتر شهرستانی آغاز کردیم. در نیمه اول هم در این باره صحبت کردیم که اندیشه های زرتشت از کجا منشأ میگیره و چگونه بوده. در ادامه صحبت در این باره گفتگو کردیم که چی شد که تمام اون اندیشه ها از بین رفت در این 1400 سال و چگونه مردم ما از اون هویت اصلی بیگانه شدن. ادامه جستار رو داریم با آقای دکتر شهرستانی ادامه میدیم. خواهش میکنم آقای دکتر بفرمایید. بله، همونطوری که فرمودید ما در سرزمینمون خیلی انسانهای خوشحال و خوشبختی هستیم به دلیل اینکه همیشه یک تکدانه هایی رو داشتیم که تونسته فرهنگ و هویت ما رو برای این سرزمین و برای مردم این سرزمین و برای آیندگانی که به نظر من میتونن فرزندان شایسته‌ای برای این سرزمین باشن این هویت رو به جا گذاشتن، مانند فردوسی که ازشون یاد کردی. و میتونم اشاره بکنم به این که تاریخ سرزمینمون علارغم یورش اسکندر، اسلام و حتی مغول که در واقع امروز به مانند یک کاخ با شکوهی که بر پایه‌های عظیمی استوار بوده، اگر سختمون دیخته هنوز این پایه‌ها استوار ایستاده و تا به امروز باز به دست همون تکدانه‌ها از اون پایه‌ها نگهداری و پاسبانی شده. و من فکر می‌کنم که زمان اون رسیده که ما بتونیم بر این پایه‌ها سختی بزنیم و دوباره اون رو احیا بکنیم. هنوز پس از 1400 سال خردستیزی و تحمیل در واقع ننگ و بیچارگی بر این مردم حاضر نیستن دست از سر فرزندان ما بردارن. یعنی در درازای صده های گذشته و به ویژه دهه های اخیر که از تمام دارایی های این ملت بر علیه خود این ملت استفاده کردن و به کار گرفتن ثروت این ملت رو، و شاید میتونم بگم که بر هیچ کسی در هیچ نقطه از جهان پوشیده نیست که یکی از افتخارات ایرانیان میتونه همین باشه که پدرانشون تا کنون هیچگاه در هیچ دوره و زمانی برای مثال بردهداری در فرهنگشون رسم نبوده. اما ببینید بر سر همین فرهنگ و تمدنش چه ها آوردن در طول این سال ها. هر چرا که نیاکان ما ایرانیان در واقع پیش از اسلام بد میدونستن، اون رو به نام دین و فرمان آفریدگاری به نام الله آوردن، وارد فرهنگ ایرانی کردن و این رو به نسل‌های بعدی آموزش دادن. بعد هر سو تلاش کردن که با آلوده کردن اندیشه‌های خردمندانه و خردمندترین آموزگار بشریت زرتشت بزرگ برای خودشون اعتبار کسب کنن. سخن شما من رو به یاد چندی پیش انداخت که یک جوانی به من گفتش که یکی از بستگان او در واقع روحانیه و با او به یک نوع ارتباط داره. میگه از او پرسید که این مسئولین جمهوری اسلامی و به ویژه روحانیت که شما هم یکی از اونها هستید همیشه تلاش میکنن که بگن در واقع ایران هیچ هویتی نداشته و پس از اون که البته میدونید اینو نخستین بار اون رئیس مجلس در یکی از دانشگاه ها سخنرانی کرد و پاسخ نگرفت، اما بعدها فرزندان ایران پاسخ های بسیار خوبی بهش دادن و اشارهش این بود که از اون پرسیده بود که چرا شما میگید که ایران هویت نداشت با ورود اسلام هویت آورد، پس این همه آثار باستانی و این همه آثاری که از نیاکان ما به جا مونده اینها نشون، آیا اینا نشونه تمدن نیست؟ آیا اینها نشونه هویت این ملت نیست؟ چطور شما به راحتی این رو در واقع نادیده میگیری؟ و میگه اون روحانی زد به صحرای کربلا، یعنی نتونست جوابی به اون بده، زد به صحرای کربلا و اشاره کرد اتفاقا به همین موضوع بردهداری، گفتش که این شبهاتی که بین مردم هست و مدعی هستن که کوروش بزرگ بردهداری رو در ایران لغو کرده و تا زمان به اصطلاح ورود اسلام به ایران بردهداری در ایران وجود نداشته، این رو نشانگر برتری تمدن ایرانی و در واقع دین زرتشت میدونن، اینطور نیست.
در حالی که بهش گفته بود که اگر فرض بکنیم که کوروش بردهداری رو در ایران لغو کرده باشه، این مسئله چه ربطی به دین زرتشت داره؟ من به اون جوان گفتم خب همینجا باید بهش پاسخ بدی، به اون روحانی باید همینجا میگفتی که خیلی هم ربط داره، زیرا که اون پادشاه بزرگ و شاهنشاه دوره هخامنشی خودش رو در واقع یک زرتشتی میدونست و تمام اون اخلاق، روحیات و رفتارش رو که نشانی از برتری تمدن ایرانی بود در دین زرتشت گرفته. باید این پاسخ رو به او میدادی. و جناب شهرستانی، چون ما داریم درباره ویژگی‌های شخصیتی و اندیشه زرتشت صحبت می‌کنیم، ما می‌دونیم که زرتشت در تمام قسمت‌های گاتا این اومده که از دروغ و کژی و از نادرستی و ناروایی، از تباهی و ویرانی، به خصوص ویرانی، ببینید این نکته خیلی مهمه، از ستمگری، از تاراج، از نابرابری، از بیداد، از سستی، از بیکاری، از کاستی، از کشتار و چپاول دوری کرده و پرهیز کرده و اینها رو بد و پلید و اهریمنی دونسته. و این کاملا روشن و آشکار هست که زرتشت حتی هنگامی که میاد و میگه که شما آزادید که انتخاب کنید و برگزینید، نه در اندیشه های من از یعنی گزیدن یا نگزیدن اندیشه های من، در هر امری در زندگیتون شما آزاد هستید که بر بگزینید، بین هر مسئله که در زندگیتون پیش میاد باید شما آزادی داشته باشید که گزینش کنید. از همینجا بیشتر از همه چیز بر میاد که چگونه ما هرگز با کسانی که غیر زرتشتی بودن و یا غیر باورهای ما ایرانیان رو داشتن، چگونه ما باهاشون میتونستیم مدارا کنیم و چگونه همه در زیر سایه امپراتوری بزرگ ایران سالهای سال تونستن زندگی کنن. علتش چیه؟ علتش همین اندیشه های زرتشتی است که در بین مردم ایران رواج پیدا کرد. و خود این اندیشه های زرتشتی از کجا اومد؟ زرتشتی که در جایی زندگی کرد که جهان بینیش بر مبنای هنجارهای هستی و هماهنگی با همه نظم هستی بوده. بنابراین یکی از نکات که به نظر من میاد اینه که در نگر زرتشت انسان آزاده و گناهکار هم نیست. این نکته خیلی مهمه، انسان از اندیشه زرتشت گناهکار نیست. در نتیجه یک روند پسندیده‌ای در زندگی یک انسان وجود داره، برخلاف ادیان ابراهیمی که همیشه انسان گناهکار محسوب میشه و همیشه دارن پرهیز میدن انسانو که تو گناهکاری، تو وسوسه میشی، تو خلاف میکنی، تو بد میکنی، تو بدی، تو دروغ میگی، تو مثلا زشتی میکنی در دنیا. در نگاه زرتشت ببینید تفاوت دقیقا از بنیادهای این اندیشه هست که با اندیشه های ادیان ابراهیمی تفاوت داره. انسان در اندیشه زرتشت، در نگاه زرتشت اصلا گناهکار نیست. میگه انسان آزاد انتخاب کنه، شما بین نیک و بد هنگامی که انتخاب میکنی، اگر که بد رو انتخاب بکنی نتیجه بد بهت میده. درسته آقای دکتر؟ یعنی نمیگه تو گناه کردی، تو گناهکاری، میگه تو انتخابت بین نیک و بد، بین سپن تا مینو و انگره مینو، تو رفتی انگره یا بد یا خشمگین رو انتخاب کردی و در نتیجه اون تو به صورت کارمایی که میگرده در سر زندگی بد پیش میاد و بد هم خواهی دید. درسته؟ بله. ببینید دقیقا اینی که فرمودی، ما در حات سی بند دو داریم که به یک موضوعی اشاره میکنه، به نظرم میاد که در مورد آزادی اندیشه و آزادی سروده سی میگه: ای مردم، بهترین سخنان را به گوش و هوش بشنوید و با اندیشه روشن و ژرفبینی اونها رو بررسی کنید و هر مرد و زن راه نیک و بد رو شخصا برگزیند. پیش از فرارسیدن روز واپسین همه به پا خیزید، در گسترش آیین راستی بکوشید. ببینید این دقیقا همون که شما فرمودید ما اینجا در گاتها داریم و این در واقع نشانه های از اندیشه زرتشت همینه. اما میخواییم پرسش بکنیم از هممیهنانمون یا از کسانی که دارن به یه شکلی در اون سرزمین امروز از
اسلام پدافند میکنن. میخوایم از اینها پرسش بکنیم، کسانی که نیاکانشون بر آیین راستین بوده. پرسش ما اینه، خب این رو ما داریم در کتبمون، در کتب نیاکانمون، در کتابی که متعلق به سرزمینمونه، اما امروز اونهایی که بر باور دیگری هستن چی دارن؟ مشابه همین رو دارن در کتابشون. در یک جایی در اون کتاب اومده فبشر عبادی الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه، که تقریبا اونم همین رو میگه که شما بگردید، بیاموزید و بخوانید، بیاندیشید و بهترین رو انتخاب کنید. اما فقط یک بار اگر اومده اینو گفته، بلا فاصله پشبنده این اومده گفته و من یبتر غیر الاسلام دینا فلن یقبل منها، هر کسی به جز اسلام دینی قبول بکنه بپذیره ازش نمیپذیریم، و بلا فاصله هم پشت اینی که گفته نمیپذیریم ده ها آیه دیگه آورده که اگر شما بخواید آیین دیگه رو بپذیرید با ما نباشید، غیر ما باشید، کشتار داره، سرتون رو میبردن، دستتون رو قطع میکنن، پاتون رو قطع میکنن، نمیدونم چرک و خون به گلوتون میریزن، به آتش جهنم چه میکنن و هزار چیز دیگه. در واقع اساس ادیان ابراهیمی بر نوعی حالت دیکتاتوری و ترس و وحشت استواره، در حالی که در آیین و باورهای ایرانی که زرتشت در اونها بالیده و خودش اومده اونها را ارائه داده، بر آزادی گزینش، آزاد زیستن و نیکی بنا شده. شما از وحشت نیست که کاری را میکنید یا نمیکنید، شما برای اینکه خوشبخت بشی، در باور زرتشت میگه خوشبختی در سایه دانش و تلاش به دست میاد. ببینید تفاوتو، در ادیان ابراهیمی خوشبختی در سایه دانش و تلاش به دست نمیاد، خوشبختی از اونجا به دست میاد که اون چیزایی که الله یا خدا یا لرد یا یهوه گفته انجام بدی و اگه اینا رو انجام ندی تو بدبختی. یعنی هیچ گونه برای شما امکان اندیشیدن و خردگرایی نمیگذارن. در نتیجه هیچ وقت به شما نمیان بگن شما اگه دانشمندتر باشین و اگه تلاشگرتر باشین خوشبخت میشین. شما این کارهایی که ما میگیم میکنی خوشبخت میشی. برای همینم هم هست که این ادیان خوشبختی توش قابل خرید و فروشه. در حالی که شما در ادیان در باور زرتشتی شما هرگز خوشبختیتون قابل خرید و فروش نیست. شما خوشبختی رو به دست میاری با شیوه زندگی که از کار و تلاش میگذره و از دانش و خرد میگذره. و از طرف دیگه تمام نقشی که در این هستی میبینن، مهمترینش اینه در آباد ساختن جهانه. شما اگه جهان رو آباد نکنی به جای نمیرسی. برای همینه که ایرانیان درخت براشون مقدس بوده. هر ایرانی همه زندگیش مشغول کشاورزی و درختکاری بوده. ایرانیان حیوانات رو دوست داشتن و محیط زیست رو احترام میگذاشتن. برای آب اهمیت قائل بودن و آب رو آلوده نمیکردن و آب رو نگه میداشتن و کانال میکشیدن، قنات کشی میکردن و از آب استفاده بهینه میکردن و حتی نیایشگاهشون رو کنار آب میساختن. شما یه همچین باور هماهنگی که با همه هنجار هستی و با ذات انسان و با همه زندگی انسان همه با هم تنیده و با هم اینقدر هماهنگ باشه، در هیچ کدوم از اصول دیگری که مردم باور دارن به عنوان دین نمیبینید چنین چیزی رو. شما باید یه کارایی بکنید، یه کارایی نکنید تا خوشبخت شید. فقط همین، برای شما همه چی تعیین تکلیف میشه. درست آقای دکتر؟ بله. ببینید تمام این مسائل رو که فرمودید، من الان میگشتم ببینم که چیزی میتونم در رابطه با این موضوعی که میفرمایید در گاتا پیدا بکنم. اون چی که به نظرم اومد موضوعی است که زرتشت در واقع به نو عروسان اشاره میکنه، یعنی این زندگی آغاز یک زندگیه. اون سفارشی که در آغاز یک زندگی میکنه ببینید چقدر زیباست. میگه که هنگامی که به آیین آزادگی و برابری پایبند باشید و مادام که عشق و وفاداری ریشه دارد در دلهای شما جفت جوان عروس و داماد وجود داشته باشد، چه در این جهان و چه در زندگانی دیگر از بهترین پاداش بهره‌مند خواهید شد. ولی هرگاه گرفتار روح پلید اهریمنی و وسوسه‌های شیطانی شده و از آیین آزادگی و برابری دست برداری، پیامد آن جز رنج و اندوه و بانک دریغ و افسوس چیز دیگری نخواهد بود. ببینید این به سادگی داره اشاره میکنه که شما در جهان
کدوم راه رو در واقع انتخاب بکنید و چگونه زندگی بکنید. اینکه چه راهی رو انتخاب بکنید و چگونه زندگی بکنید، این تراوش این اندیشه از یک خردمند باید در سرزمین ما توسط مردمش به کار گرفته بشه، اگر میخوان در راه راست قرار بگیرن و در مسیر صلح و آبادانی زندگی بکنن. و غیر از این همون راه اهریمنی است که امروز دارن میرن در اون مملکت. درسته. خیلی ازتون سپاسگزارم آقای دکتر. ما ادامه این جستار رو درباره اندیشه های زرتشت در برنامه های آیندهم باز در پی خواهیم گرفت، ولی فقط در پایان برنامه یک بار دیگه اینو تکرار میکنم که ما یک اصول اندیشه های منش و اخلاق ایرانی داشتیم که بر مبنای خرد، بر مبنای آبادسازی، دادگری، آزادگی، دهشمندی، رواداری و شادزیستی بوده. این هفت اصلی که بنیاد اندیشه ایرانی رو تشکیل میداده زرتشت بزرگی رو پرورونده که آمد و این چنین اندیشه های گسترده، این چنین عمق و ژرفایی از جهان بینی رو تونست به جهانیان ارائه بده. اصول اندیشه رو پایه‌گذاری کرد که نه زمان داره و نه مکان داره، هر جای جهان شما باشید میتونید بر مبنای آموزه‌های زرتشت زندگی کنید و زرتشتی باشید، از هر ملیتی که باشید و در هر نقطه جهان که زندگی کنید با هر وضعیتی که شما زندگی میکنید میتونید اینها رو تطبیق بدید و میبینید که نه آزاری به محیط زیست میزنه، نه آزاری به اطرافیانتون میزنه، نه جهان رو از سازندگی باز میداره و نه شما رو از خرد و اندیشه توهی میکنه. یادمون باشه هیچ باوری در این دنیا ارزش این رو نداره که یک قطره خون از دماغ کسی بیاد بیرون. اگر شما بر باوری هستید که به شما میگه برای این که تو باشی باید دیگری نباشه و دیگری رو باید حذف بکنی و دیگران رو باید نابود بکنی و محیط پیرامون تو باید نابود بکنی چون تو از همه بهتر و برتری و حق فقط با توه و بقیه ناحقن، اون ارزش یک لحظه، اون باور ارزش یک لحظه به اصطلاح انجام دادن رو نداره و پیروی رو نداره و نه تنها برای شما خطرناکه که برای همه جهان به جز بدبختی و سیاه روزی چیزی رو نمیاره. خیلی ازتون سپاسگزارم که به این برنامه توجه کردید. از شما همینطور آقای دکتر خیلی سپاسگزارم که در این برنامه مهمان برنامه ما بودید و تا برنامه آینده همگی شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار. من هم سپاسگزارم ازتون و بینندگانتون که این برنامه رو میبینن و براتون بهترین ها رو آرزو دارم. سپاسگزارم. خدا نگهدار.